شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه به درخواست سه کشور فرانسه، بریتانیا و امریکا تشکیل جلسه داد. سه کشوری که به نوبه خود و به همراه روسیه و ایران و عربستان به پیچیدگی جنگ داخلی پنج نیم ساله سوریه افسودند و به خاطر آنچه که آن را منافع ملی خود تعریف می کنند از یافتن راه حلی برای پایان دادن به کشتار غیر نظامیان باز ماندند. سامانتا پاور نماینده امریکا در سازمان ملل متحد با انتقاد از روسیه گفت عملیات وانچه روسیه در سوریه از اون پشتیبانی می کند عملیات ضد تروریستی نیست وحشی گریست قدرت های غربی روسیه را مسئول حمله ی هفته گذشته به کاروان حامل کمک های سازمان ملل متحد در نزدیکی شهر حلب می دانند اتهامی که روسیه آن را رد می کند اما پاسخ ویتالی چورکین نماینده روسیه به خانم پاور بیش از هزار نفر در حلب اسیر و زندانی گروه های تروریستی همچون ان نصره هستند که از زنان و کودکان به عنوان سپری انسانی بهره می جویند. عملیات هوایی تنها علیه مواضع شبه نظامیان و با بمب‌های لیزری هدایت شونده صورت می گیرد. آ... نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد ماتیو رایکرافت هم با اشاره به بمب‌های آتشزایی که بر شهر حلب فرو ریخته می شود گفت مردم حلب به طور بی سابقه ای شاهد یورش بی امان و ظالمانه هستند و به طور فضاینده ای واضح است که این حمله فراتر از توانایی های نیروی هوایی روسی است. خلاصه ای کلام، انکار همکاری روسیه با سوریه در ارتکاب جنایات جنگی سخت و دشوار است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دیمسرورا هم در روز یکشنبه در جلسه شورای امنیت گفت که بحران سوریه بود بی سابقه ای از وحشت و ترور به خود گرفته است.